سلام دوستان عزیز، در برنامه لقمه های روحانی هستیم. من شهریار هستم. امروز میخوایم در مورد در حضور او با همدیگه صحبت بکنیم. تقریبا توی این 30 سالی که من با عیسی مسیح راه میرم، به او ایمان آوردم، خیلی دیدم که مسیحیان تا ایمان میارن میخوان خدمت کنن، تا تعمید میگیرن بلافاصله میخوان وارد خدمت بشن و یک شوق و ذوقی برای خدمت کردن به خدا دارن. البته قابل تقدیره، خیلی خوبه، ما دوست داریم یه نفر رو که ازش خوشمون میاد یه کاری براش انجام بدیم. ما میخوایم بالاخره با محبت کردنش، برای نشون دادن این که ما محبت میکنیم کسی رو یا دوستش داریم، میخوایم براش کاری انجام بدیم. و همینجور وقتی که عیسی مسیح رو محبت میکنیم، عیسی مسیح رو دوست داریم، اوایل ایمانمون میخوایم یه کاری براش انجام بدیم. ولی کتاب مقدس یه جور دیگه ما رو تعلیم میده و رفتار و اون منشی که عیسی مسیح با شاگردانش داشت چیز دیگه ای بود. میخوام براتون بخونم در انجیل لوقا باب 10 آیات 38 تا 42، داستان خیلی زیباییه از دو تا خواهر که برای ما درسهای خودش رو داره. کلام خدا اینطور میگه، از آیه 38 براتون میخونم: و هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت، و او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. اما مرتا به جهت زیادتی خدمت مضطرب میبود. پس نزدیک آمده گفت: ای خداوند، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ او را بفرما تا مرا یاری کند. عیسی در جواب وی گفت: ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. یه نفر هست که همش دنبال خدمت و تلاش و بدو بدوه، ولی وقتی در حضور خدا نمیگذرونه. کس دیگه هست که ترجیح میده زیر پاهای عیسی بشینه. خدا رو شکر برای مرتاها، نمیگم خدمت بده. اگه این مرتاها نبودن، اگه افرادی نبودن که خدمات کلیسایی رو انجام بدن یا رسیدگی بکنن به امور آشپزخونه و امور تدارکات و اینجور چیزا، خیلی کارهای کلیسا لنگ میموند و در کار امر بشارت یا در امور خدماتی خیلی چیزا میمون که نمیتونستیم انجام بدیم. خدا رو شکر برای اینا. ولی قبل از اون، مهمتر از اون چیه؟ مهمتر از اون موندن در حضور خداست. چقدر ما دیدیم افرادی رو که خدمت رو شروع میکنن بدون دعا، خدمت روزانه شون رو شروع میکنن، یا به سفر بشارتی میرن، یا صبحشون رو میخوان برن بیرون کاری انجام بدن، موعظه تهیه بکنن، برن کلام خدا رو اعلام بکنن، ولی صبحش حتی یه نیم ساعت با خدا وقت نمیگذرونن. مریم کار خوبی کرد. مریم در حضور خدا موند و این ازش گرفته نمیشه. عیسی مسیح گفت اون نصیب خوب رو انتخاب کرد که ازش هرگز گرفته نمیشه. خداوند ما عیسی مسیح هرگز شاگردانش رو بلا فاصله همون هفته های اول برای خدمتی نفرستاد. صبر کرد، باهاشون وقت گذروند، اونها رو تعلیم داد، بعد اونها رو قوت داد و به جای خاصی اونها رو فرستاد. عیسی اونها رو فرستاد. در همین انجیل لوقا اگه یه چند صفحه بریم عقب، بریم باب 9 رو ببینیم، همون دعای اول رو براتون میخونم: پس 12 شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. خوب دقت کنید، عیسی اونها رو فرستاد و ما در باب 9 هستیم، نه در باب 1 و 2، نه اون اوایل خدمت. عیسی مسیح به اونها قدرت داد و اونها رو فرستاد. چقدر خادمین خدا رو دیدیم، چقدر افرادی رو که ادعا میکنن حداقل خادم خدا هستن، بدون اینکه فرستاده بشن خودشون را افتادن و میرن و بعد میگن خداوند و بیا ما رو برکت بده، و وقتی به بنبست میخورن سرشکسته میشن و ناراحت و افسرده میشن و میگن خدا ما رو برکت نداد. آخه عزیز، کی تو رو فرستاد؟ شاگردان رو عیسی فرستاد. یه صفحه دیگه باز بیایم این دفعه جلوتر، در ابتدای باب
دهم همون انجیل لوقا آیه 1، و بعد از این امور خداوند 70 نفر دیگر را نیز تعیین فرمود، ایشان را جفت جفت پیش روی خود به شهری، به هر شهر و موضعی که خود عزیمت آن داشت فرستاد. عیسی فرستاد. خوب دقت کنید، تمام ما باید فرستاده بشیم. خادم خدا باید از طرف عیسی مسیح فرستاده بشه، باید در حضورش بمونه، در حضورش، در اون فضای حضور عیسی مسیح ساعتها رو طی بکنه، اونجا از عطر زیبای مسیح بگیره که بتونه اون عطر رو بیفشانه، از اون نور زیبای مسیح باید بگیره که بتونه اون نور رو به دیگران هم بده. اون موقع میتونه، اون موقع میتونه خادم امینی باشه و اون موقع میتونه خیلی خوب خدمت بکنه. خیلی خادمین همین جوری میرن جلو، به قول معروف جلوتر از روح القدس میدوئن و میرن جلو، میگن خداوندا تو بیا، از پشت سر ما بیا. چقدر دیدیم خادمین افسرده شدن، بدون ثمر موندن و دلشکسته شدن. شاید یکی از دلایل اینه که اون جایی که باید باشن نیستن، شاید زمان مناسب نیست، خیلی زودتر باید می اومدن یا خیلی دیرتر باید می اومدن برای انجام این کار، یا زمانش مناسب نیست، یا مکانش مناسب نیست، یا اصلا برای این کار دعوتی ندارن و خوانده شدگی ندارن و عطایی ندارن. ولی اگه فرستاده بشی، اگه واقعا عیسی تو رو فرستاده، از همین انجیل لوقا باب 10 میخوام بخونم از آیه 17، ببینین چطور میشه. پس آن 70 نفر که عیسی اونها رو دو به دو فرستاده بود با خرمی برگشته گفتند ای خداوند، دیوها هم به اسم تو اطاعت ما میکنند. بدیشان گفت من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان میافتد. اینک شما را قوت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمام قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما میکنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است. با خرمی برگشتند. خادمی که فرستاده بشه با خرمی برمیگرده و گزارش عالی داره از کارش. دیوها نیز به اسم تو اطاعت از ما میکردند. آیا شهادت تو اینه؟ آیا در خدمتت شادی داری؟ خدمتت ثمر داره؟ آیا با خرمی میتونی بیای کلیسا و به شبان کلیسا یا اون مسئول گروه خانگیت بگی امروز به 10 نفر بشارت دادم، 5 نفرشون عیسی مسیح خداوند رو پذیرفتن، یا خدمات دیگه؟ آیا در خدمتت شادی داری؟ نمیدونم، نمیدونم الان تو در چه حال هستی. عیسی مسیح به شاگردانش گفت به اقصای جهان بروید، تمام امتها رو شاگرد بسازید، اونها رو به نام اب و ابن و روح القدس یا پدر پسر و روح القدس تعمید بدید. ولی قبل از اون چیز دیگه بهشون گفت، در انجیل لوقا باب 24 هست. اگه با من باز بکنید انجیل لوقا باب 24 رو، میخوام براتون بخونم آیه 49. قبل از این که بری، تو باید یک کار دیگه انجام بدی. و اینک من موعود پدر خود را بر شما میفرستم، پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلا آراسته شوید. اول باید بمونی در حضورش، بعد باید قوت بگیری و بعد باید حرکت کنی. بدون که هر کدوم از ما خادمین باید فرستاده بشیم. قبل از این که بخوایم به اقصای جهان برویم، قبل از این که بخوایم اورشلیم اطراف خودمون رو فتح بکنیم، باید از روح القدس پر بشیم، باید قوت بگیریم، تجهیز بشیم و فرستاده بشیم. هیچ کس اون اوایل نمیتونه خادم خوبی باشه. باید بمونه در حضور مسیح و بعد پیش بره. تا یه برنامه دیگه، تا یه لقمه دیگه، همه شما عزیزانم رو به دستای خدای زنده می سپارم. خدا نگهدارتون.